بلندپایه‌ترین مقام نظامی ایالات متحده ارسال تسلیحات از روسیه به سوریه را محکوم نموده و آن را مایه تأسف خواند. جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، طی یک نشست خبری در پنتاگون یا مقر وزارت دفاع آن کشور گفت: این یک تصمیم تأسف‌آور است که باعث جسارت رژیم اسد و طولانی تر شدن مصیبت می گردد. این کار در یک زمان نادرست انجام می گردد و بسیار تأسف‌آور است. چک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده که نیز در این نشست خبری حضور داشت، از روسیه خواست تا در کمک‌های نظامیش به سوریه تجدید نظر نماید. ما به کار خود با روسیه روی منافع آن کشور ادامه می‌دهیم و هرچی را در توان داشته باشیم برای قانع نمودن قدرت‌های دخیل در منطقه انجام خواهیم داد تا در مورد تشدید استفاده از گزینه‌های نظامی محتاط باشند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که محموله جنگ‌افزارهایی که اخیراً روسیه به سوریه ارسال نموده از جنگ‌افزارهای قبلی پیشرفته تر است. روسیه می گوید که آن کشور فقط تعهدات قرارداد تسلیحاتیش را با سوریه انجام می دهد و هیچ علاقه به بقای رژیم اسد در قدرت ندارد. روسیه و ایالات متحده روی تدویر یک نشست بین المللی صلح در مورد سوریه که قرار است ماه آینده برگزار گردد کار می کنند. انتظار می رود در این نشست که با اشتراک گروه های مخالف رژیم اسد و حکومت سوریه برگزار گردد، روی ایجاد یک حکومت انتقالی جدید بحث صورت گیرد. از سوی دیگر، وزارت خارجه فرانسه مخالفتش را با حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه اعلام نمود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت کشورش نمی تواند حضور کشور چون ایران را که ثبات در منطقه را تهدید می کند در نشست صلح سوریه ببیند. و اما روسیه می گوید ایران که یک متحد نزدیک حکومت سوریه است باید شامل گفتگوهای صلح در مورد سوریه باشد. همچنان روسیه غرب را متهم به محدود نمودن حلقه اشتراک کنندگان این نشست نموده است. ایالات متحده تا حال اعلام ننموده که کدام کشورها و جناح‌ها شامل این نشست باشند.